جیگر طلاها سلام، شیطون بلاها سلام، کاظم دوباره اومد با یه ویدیو دیگه، البته راجع به تارانتوله ها. امروز میخواییم راجع به مالیژیان ایر تایگر یا همون اوموتیموس شیوتی صحبت کنیم. متاسفانه گشتم اینجا نمیدونم مالیژیان ایر تایگر هم کجاست، پیداش نکردم، احتمالا تو یکی اتاقه قدر ماشاءالله من مرتبم، ولی خب اشکال نداره، بعدا ازش یه دونه فیلم میگیرم ببینید که چه شکلیه. امروز خواهیم راجع بهش صحبت بکنیم. مالیژیان ایر تایگر از خانواده همون سینگاپور بلوه، منتها تو خوشگلی 10-12 برابر سینگاپور بلو خوشگلتره، تنوع رنگای بالاتری داره. این تارانتولا یه تارانتولای درختی یا همون آروریاله که بالای درخت ها زندگی میکنه و این تارانتولا به خاطر رنگای زیباش، به خاطر سایز فوق‌العاده‌اش که حدود 8 اینچ میشه، آره دیگه تا 8 اینچ رشد میکنه، به تارانتولای خیلی محبوب تبدیل شد توی دنیای تارانتولاها، تارانتولا بازها یا توی هابی به قول خودمون. در سال 1891 توسط تمرلان تورل این گونه توصیف شد و اون موقع توی خانواده سریوپاگوپوس اینا توصیفش کردن. در سال 2015 این گونه اومد توی خانواده اوموتیموس که همون مترادف سریوپاگوپوسه. اسما چقدر سخته به خدا. سریوپاگوپوس اگه چیزه همون کوبالت بلو، سینگاپور بلو، اینا توی خانواده سریوپاگوپوس هست دیگه، که مترادف هاپلوفلوام هست. خونه سخت شد. آره برونیو بلک از خانواده هاپلوفلواس که مترادف سریوپاگوپوسه که مترادف اوموتیموسه. در واقع سریوپاگوپوس و اوموتیموس و هاپلوفلما در واقع مترادف همدیگه هن، یعنی فرقی با همدیگه ندارن. اما الان مالیژیان ایر تایگر فقط توی خانواده اوموتیموس شناخته میشه. من اوموتیموس رو بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه منو یاد اپتیموس پرایم میندازه، توی داستان ترانسفورمرز رو که میدونید، اپتیموس پرایم، بامبل بی، اینا چیزای چی میگن، شخصیت های مورد علاقه من هن اینا. به هر حال مالیژیان ایر تایگر یه گونه درختیه، برای اینکه بعد اینا لوکالیتی های مختلف هم. چه قضیه سخت میشه. بزرگترین لوکالیتی و قشنگترین لوکالیتیش به نظر من، حتی بزرگترینش که به نظر همه، ولی قشنگترینش به نظر من این لوکالیتی جزایره، اونایی که از جزایر میان، جزایری مثل پینگ، لنکاوی، نمیدونم و اینا، این لوکالیتی هاش قشنگترن. حالا توی مینلند هم داریم دیگه، آیلند داریم، یعنی اون جزیره، مینلند داریم، یعنی اون سرزمین اصلی. تارانتولای بسیار خوشگلی هن، رشد بسیار سریع دارن، توی هابی بسیار محبوب شدن به خاطر اینکه همون که گفتم رشد سایزای بزرگشون و رنگاشون فوق العاده است. اینا توی مالیژیان ایر تایگر ما سکشوال دایمورفیزم هم داریم، یعنی که جنس نر با ماده رنگ و طرح و اندازه‌شون فرق می‌کنه، ماده ها بزرگترن، نرا کوچیک‌ترن. بعد از اینکه اینا ساب ادالت میشن، به دوره ساب ادالتی میرسن، شما از این طریق که رنگ نرها هر پوست بعد از هر پوست به رنگ سبزی میره، ماده ها به رنگ سیاه میره زیر شکمهاشون، البته بیشتر این روش تشخیص جنسیتشونه. بعدم که دیگه بالغ میشن نرها، تیبیال هوک در میارن، یعنی همون قلابایی که روی دستاشونه، و پانچینگ گلاف روی پدیپالپاشون، دوتا از این دستکش بوکس ها در میارن که دیگه کاملا مشخصه. خیلی رشد سریع دارن اینا، یعنی قضا بهشون میتونید بدید، از سینگاپور بلو رشدشون سریع تره. به نظر من اینا از سینگاپور بلو خوشگل ترن، مالیژیان ایر تایگر به نظر من از سینگاپور بلو خوشگل تره. طول عمرشون 15 تا 20 ساله، ماده ها نرا بین 4 تا 5 سال. اگه کم قضا بدید، متاسفانه من مشکلی که میبینم اکثر شما اشتباهی که میکنید اینه که زیاد قضا میدید به تارانتولاتون. تارانتولا هرچی کمتر غذا بخوره بیشتر عمر میکنه، این یه قانون طلایی در مورد تارانتولا ها. anyway مالیژیان ایر تایگر به رطوبت حدود 60% احتیاج داره. اینا چون فصلهای خشک دارن، میتونید رطوبت تو پایین هم باشه، مشکلی براشون پیش نمیاد، اما ظرفا براشون بذارید. انکلوژری که اینا رو توش نگهداری میکنید، یه انکلوژر ارتفاعش باید بلند باشه،
اگه مثلا اسلیم دارید یه انکلوژری که ارتفاعش بلند باشه استفاده میکنید که قبلا بهتون نشون دادم. تا وقتی هم که بزرگ میشن دیگه انکلوژراتون باید ارتفاع دار باشن اینجوری که اینا گونه های درختی هن دیگه، گونه های آربوریال هن. توی طبیعت اینا رو بیشتر توی ارتفاعات میبینید. صدای چی بود؟ توی ارتفاعات بلند میبینید اینا رو. توی اسارت اینا توی دوره استینگی نقد میزنن و بعد براشون خاک بستر زیاد بریزی. وقتی که بزرگتر میشن براشون شاخه های درخت، ستاپ آربوریال دیگه، ستاپ درختی درست کنید و اینا رو توی چیز میبینید توی انکلوژر. این چیز خیلی جالبه، مثل سینگاپور بلو همیشه قایم نیستن توی نقبشون، اینا رو بیرون میبینید. حتی وقتی هم که نقب میزنن نقباشون رو از گوشه انکلوژر میزنن به صورت ال شکل اینجوری میزنن، بعد اون بالا شد نقب اینجوری میزنن ال، بعد یه ذره دیگه میارن بالا، اون بالا میرن قایم میشن. بعد میتونید ببینیدشون غذا رو که میندازید اینا هم تو نقبه میان میرن میگیدنش. بعضیاشون دو تا ردیف اینجوری از بغلای انکلوژر میزنن و خیلی خوشگله و این نقبا رو به هم دیگه ربط میدن. anyway مالژنرتای تارانتولایی که حتما باید توی کلکسیونتون داشته باشید، چون شادی شعف شور نشاط میاره توی خونتون و توی زندگیتون. و رطوبت رو گفتم، رطوبت 60%، ولی اگه رطوبتتون اومد پایین تر اصلا اشکالی نداره. از ماه اکتبر تا ماه مارس اینا دوره بارندگی های شدید، بارون های موسمیه توی محل زیستگاهشون یا همین اینجا که مالزیه، و بارون های موسمی میاد. رطوبتتون رو از بین ماه اکتبر دیگه شروع میکنید رطوبت رو یه ذره میبرید بالا روی 60% تا ماه مارس. ماه مارس به بعد دیگه فصل خوش شروع میشه، شما میتونید رطوبت رو بیارید پایین تر. رطوبت رو گفتم. تولید مثلشون جفتگیری های راحتی دارن نسبت به بقیه استریوپاگوبوسا که تمایل شدید به خوردن ماده دارن. اینا آرومتره، جفتگیری های آرومتری دارن، هاردکور نیستن توی جفتگیری مثل بقیه، مثل کوبالت بلو یا سینگاپور بلو یا تای زبرا. اینا تقریبا آرومتره، یعنی نه رو شما میتونید بذارید توی انکلوژر ماده، ماده آماده شد میان جفتگیری میکنن. نکته دیگه در مورد دماشون، دمای اینا دمای معمولی اتاق 24 تا 27 درجه سانتیگراد عالیه برای اینا، تا 30 درجه هم اینا اوکی هن. دمای اینجا کلن رنجش بین 27 تا 32 درجه است، ولی اگه یه خورده دما پایین تر اومد اشکالی نداره چون شبای خورده خنک میشه، مخصوصا توی جزایر. آره دیگه، دما تا 20 درجه 23 درجه هم میاد پایین بعضی وقتا، یعنی زیاد روی دمای اینا نیازی حساس بشید. رطوبت رو گفتم، دما رو گفتم، انکلوژر رو گفتم، جفتگیریشون هم که راحته. ماده ها رو چجوری اون جفت بندازیم؟ شما باید صبر کنید که نرتون بالغ بشه براش یه ماده پیدا بکنید، یا صبر کنید که مادهتون بالغ بشه یه نر براش پیدا بکنید. بعد از اینکه مادهتون پوست اندازی کرد و نرتون هم بالغ و اسپرم زده آماده شد، اینا رو میذارید بغل هم دیگه، اینا با هم دیگه جفتگیری میکنن. مادهتون بعد 2 تا 3 ماه یا 4 ماه بعضی وقتا تخم گذاری میکنه. بعدم که نگهداری تخمان هم که اکسک هم که میدونید دیگه، نگهداری اکسک هم خیلی راحته. 1 ماه بعد از اینکه اکسک گذاشت، 1 ماه تا 30 تا 35 روز اکسک رو برمیدارید، باز میکنید روی دونه توری، صبر میکنید تا این زردشون جذب بشه، یعنی اگزیدلکس تبدیل به تارانتولا بشه. اگزیدلکس همون پا با تخمه هایی که پا در آوردن. آره eggs with legs، آره همینه، تخم هایی که پا در آوردن. صبر میکنید که اینا زردشون جذب بشه، بعد از 2 بار پوست اندازی بهشون غذا میدید و دیگه جداشون میکنید. خیلی راحت نگهداریشون. تارانتولای هاردکوری هم مرگ و میرشون خیلی پایینه مال ژنر تایگر ها. بعد هرچی بزرگتر میشن قیمتاشون بیشتر میشه و عالی هن به نظر من. یکی از اگه قرار باشه مثلا 10 تا دونه تارانتولا رو من انتخاب کنم برای نگهداری، مالژنر تایگر تو جز اون 10 تا خواهد بود حتما. همین دیگه. بعد این بود انشای من. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از ویدیو خوشتون اومد با دوستاتون به اشتراک بذارید، اگه خوشتون نیومد به اشتراک نذارید. چه کاریه، تو ویدیوهای بعدی با تارانتولای خوشگل دیگه میبینمتون.